با چقدر بودجه اینجا ساخته میشه؟ اینجا بودجه تقریبا در حدود $100,000 که $50,000 به زیر بنای از این مصرف میشن و $50,000 همو قوه بشری که اینجا کار میکنن. این کانکریت ما 700 متر است که 4 متر بر سرک ماست و 700 متر هم طولش است. از کدام قسمت تا کدام قسمت؟ از یک جای به نام زیر سر گارد میگیم، از اونجا الا آخر گذر ما که گذر 16 است، باز 500 متر به اون شکل است و 200 مترش هم داخل کوچه است که یک بسیار یک مشکلات آبروی داشت. قسمت شما که کسایی را که میبینین اینایی که کار میکنن اینجا که به خیر سرک ساخته میشه، اینا کسایی هستن که از تیم شاروالی هم نیستن، از این منطقه هستن، اهالی این منطقه هستن که اینا را به کار گرفتن تا ای که سرک جور کنن، که هم سرک به خیر جور میشه و همچنان اینا برشان یک زمینه کار مساعد شده. ما شرکت تعمیل کننده راکوال کانسترکشن کمپانی استیم که تعمیل کنندهش یونپس است یا ملل متحد است. نشینید درباره پرسنل اینجا بگوین چقدر نفر مصروف کار است. خب اهداف این پروژه که است اشتغال زایی است به مردم، کار پیدا شود، در مقابل کار باید مردم پول یک لقمه رزق حلال پیدا کنند. در حدود 150 الی 200 نفر ما در اینجا مصروف کار خود میکنیم. راه را که جور کنی خودش یک صدقه جاری است. از جمله سرکات جاری خود زیاد است، یکی جور کردن سرک و فعالیت کردن در محیط منطقه آبادی در ازی. خوب اصل خلقت انسان هم که پروردگار انسان در کره زمین خلق کرده است، زمین آباد بکنه. سلام و درود نثار شما هموطنان عزیز، امیدوارم هر کجایی که هستین صحتمند و سر حال باشین. عزیز آباز هم من نیلوفر رحمانی از چینل یوتیوب و کابل شو در خدمت شما عزیزان هستم. عزیزان امروز قسمی که شما میبینین ساحه خواجه بغرای جدید است، نایه 15 که به خیر کار ساخت و سازش آغاز میشه و امروز افتتاحیه است که کار ساخت و سازش به خیر آغاز میشه و ما هم آمدیم تا اینکه معلومات بگیریم درباره پروژه. میریم و همراه هموطنهای ما صحبت هایی میداشته باشیم، همراه انجینیر صاحب مربوطه درباره بودجهش و یکی از طرف کی اینجا ساخته میشه معلومات بیشتر را میپرسیم. شما عزیز ما را همراهی کنید. انجینیر صاحب وقتتون بخیر، انشاءالله خوب هستین. الحمدلله خوشحالم. امروز افتتاح کار از بخیر در نایه 15. بله امروز او پروژه که در نایه 15 از طرف ملل متحد و با همکاری موسسه یونپس ما پروژه داریم در نایه 15 و پروژه اولین امروز الحمدلله در اینجا در این گذر در این ساحه کوهی ما افتتاح کردیم. ان شاء الله قریب این پروژه تکمیل خواهد شد. بسیار خوب. و انجینیر صاحب از جمله سرکای میتونیم بگوییمش که بسیار زیاد سابق مشکلات زیاد داشتن در این قسمت که فعلا خوشبختانه ساخته میشه، اینجا سابق مشکلات بسیار زیاد بود. بله طوری که شما میبینین عملا ساحه کوی هستن و پر از ازدحام مردم هستن. مشکلات زیاد داشتن خصوصا در زمستان، جوی آب نداشتن، سرک قابل ازی نبودن که موترا و مردم به اینجا به درست و بارامی از این مسیر حرکت بکنن. بار بار مردم محل مراجعه کردن، باز ما ای را در پلان گرفتیم که امروز عملا انشاءالله. انجینیر صاحب گفته شده که اینجا 600 خانه در نقشه رفته؟ نه، اینجا یک خانه هم در نقشه نرفته. این ساحه غیر پلانی شهروالی بودن که در مدت 21 سال اینم اینجا ای آبادی صورت گرفتن، اما ساحه بودن که پر از ازدحام مردم بودن و ضرورت داشتن. کدام خانه، کدام
بر کس تخریب چیز نه صورت نگرفت. اینجا با چقدر بودجه اینجا ساخته میشه؟ اینجا بودجه تقریبا در حدود $100,000 که $50,000 به زیربنای از این مصرف میشن و $50,000 همو قوه بشری که اینجا کار میکنن که وام از این محل هستن، از این محل استخدام میشن، حتی گلکار باشن، کارگر باشن، کراچیوان باشن، از این محل استخدام میشن و $50,000 مزد از جاست میشن. پس اینجا هم سمت مندازن که بسم الله گفته کار شروع کنین که افتتاح میشن. سنگ آوردن، سنگ پاک دارم یه نه، سنگ گلزدگی است، سنگ بیار از مجاز. بله، از افتتاحی ساخت سرک نوعی 15 خواجه بغرا است و قسم شما میبینین به هر کار ساخت و سازش افتتاح میشه و انشالله که مشکلات که در اینجا بود بله، گذر 16 گذر 16 خواجه بغرای جدید است و هموطنان من بسیار خوشحال هستن از اینکه جه ساخت ساز میشه، بخیر سرک جور میشه و اما مشکلاتشان حل میشه. بله، خب فعلا سنگ فعلا میمانند که اینجا افتتاح میشه، بخیر بله، از انجینیر صاحب هستن و دیگه هموطنان ما هستن که سنگ هم ماندن و افتتاح میشن. وکیل صاحب منطقه هستن. بله، به یه از دو جایی بسیار خوشحالی است وقتی که ساخت و ساز میشه در این منطقه. آمین. پروردگارا ما را خادمین بگردان. آمین. خدایا جناب رئیس بنای ما که واقعا زحمت و تکلیف میکشه با وکلا و پرسنلش، پروردگارا موفق و کامیابشان بگردان. آمین. خیر و برکت این پروژه را برای ناحیه ما نصیب بگردان. آمین. برای اهالی ما نصیب بگردان. خدایا روزی که سر تا سر افغانستان بگردیم که جای خامه نباشه و اما پخته باشه، یا الله ما را موفق و کامیاب کن. از با امید ساخت و ساز بیشتر و بیشتر و افتتاح هم شد خوشبختانه و بریم و عزیزا فعلا شما تصاویر بیننده باشه، ما هم صحبت میداشته باشیم امرای هموطنهای ما، نظر از نورم بپرسیم و ما را امرایی کنین. خب عزیزا وکیل صاحب در کنار ما هستن که نظرشان را بپرسیم. وکیل صاحب وقتتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر ببینید که شما نظر ما را میخواین. بخیر باشه. میخواتون یک معرفی کنید. وکیل سالم هستم، وکیل خواجه بغرای جدید. ما از ریاست نمای از شاهروالی صاحب محترم بسیار زیاد تشکر میکنیم، از نهادی که کمک کرده برای ما تشکر میکنیم که یک جای عقب مونده را برای ما کانکریت میکنن. خدا خیرشون بده. این کانکریت ما 700 متر است که 4 متر بر سرک ماست و 700 متر هم طولش است. از کدام قسمت تا کدام قسمت؟ از یک جای به نام زیر سر گارد میگیم، از اونجا الی آخر گذر ما که گذر 16 است، باز 500 متر به اون شکل است و 200 مترش هم داخل کوچه است که یک بسیار یک مشکلات آبروی داشت سابق دیگه؟ بله، آبرویی داشت که حالا همه آبرویی که باران یا میشد که مردم به تکلیف میساخت، خدا خیر بده که او را باز انشاءالله کانکریت شد حل میشه، انشاءالله حل میشه. بله، اینجا یک قسم تو سر کوه هم گفته میشه که بلندی است. بله، اینکه در زمستان اینجا چقدر مشکلات میبود برای مشکلات است، از بیپیسگی ملت آمده اینجا خانه یک مسکن گزیر شده که زندگی خود شبانه روز تیر میکنن، مجبور هستیم دیگه، خود جای دیگه نبودم اینجا آمدن. خوشبختانه فعلا از طرف دولت اینجا جور میشه. بله، از طرف امارات این جور میشه، ان شاء الله ما خوش هستیم از امارات ما که امی خصوصا امی رئیس ما
که ما بارا پیش رفتیم خواهش کردیم که ما این تو یک مشکلات داریم و امو پروژه را خیر ببینه که برای ما مستفید شدیم از او خوش هستیم. وکیل صاحب، نظر کسایی که اینجا زندگی میکنن، اهالی از این منطقه، نظر از اونا چی هست؟ خوشبخت هستن وقتی که برشان کار شد. با خصوصا خوبی اینجا چی هست؟ یون است که 50% از این را برای مردم به خاطر کار پیدا کنه و 50%ش مصرف کانکریت چیزا میده. این کارگرایی که اینجا کار میکنن میبینیم نمره تعدادشون هم زیاد است. اینا کیا هستن؟ از شاروالی هستن یا از خود ما؟ خینه از اهالی منطقه است. از همین گذر 16 است، به دیگه گذر هم اجازه نیست. همین مردم چون بیکار است میفهمین که بیکاری زیاد است. دیگه هر برنامه که مؤسسه گرفته بسیار خوب بوده و 50% مصارف ملت میشه مردم. شما زنده باشین. موفق باشین. تشکر. تشکر. زنده باشین و مولای صاحب سلام، وقتتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین انشاءالله؟ شکر الحمدلله. زنده باشین. میشه خودتون یک معرفی کنین؟ مولای محمد رحیم ایوبی هستم، خطیب مسجد اصلت جابر و نماینده 15 مسجد در میساحه. خارج میشه نظرتون درباره بگوین؟ میگن که راه را که جور کنی خودش یک صدقه جاری است. از جمله صدقات جاری خو زیاد است، یکی جور کردن سرک و فعالیت کردن در محیط منطقه آبادی در ازی. خب اصل خلقت انسان هم که پروردگار انسان در کره زمین خلق کرده است، زمین آباد بکنه، یعنی برای اعمار و آبادی و تنظیم کننده که از این استفاده بکنه. بله، این هدفی است که پروردگار انسان خلقت با زمین برش خلقت که تو در این زندگی کو. اما جور کردنش به انسان داره. انسان با دست خود هر قدری که سر زمین تلاش بکنه بسیار زیبا و مقبول میسازد زمین ده. دیگه این پروژه تقریبا به هزینه $100,000 است، 800 متر است. این سرک ما بسیار یهالی ما مشکلات زیاد داشتن. شما میبینید که ما در قلعه کو زندگی میکنیم، حتی خواهرها در بعض اوقات زمستان رفتنشان تایی که میبر آمدن مشکلات زیاد بود رفتن آمدن در این سرکت ها. امروز بسیار خوشحال هستیم مبنای 15 شورای کابل بسیار تشکری میکنیم از امارات اسلامی افغانستان که در این راستا ما چند مرتبه مراجعه کردیم و گپ ما را پذیرفتن و الحمدلله امروز شاهد عزیزیم، آغاز پروژه آغاز شده و انشالله روز دیگری که افتتاح عزیز بشه برای سرک بهره برداری شود. نهایت از شما هم تشکری میکنیم که تا اینجا زحمات و تکلیف کشیده آمده و الحمدلله امروز اهالی ما بسیار خوش است، مردم ما بسیار خوش است و این فال نیک میگیریم. شاید روزایی باشیم که تمام کوچه‌های ما پخته شود. سلامت باشید. شما زنده باشید. شکر. بخیر باشید. لطفا سلامت باشید. آقای صاحب سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله علیکم. بخیر باشید. نیاز به پختن. میشه خودت معرفی کنین؟ یا جان من حاجی محمد ابراهیم هستم از مسجد دوی خواجه‌برو هستم از کاپیسا. امروز خیلی خوشحال هستم. الحمدلله شما خوشی میکنید. من نیاز به و رئیس صاحب نوای 15 که در خدمت ما اینو داده شده است. آدم بسیار بزرگ الان است. ما خیلی خوش هستیم، الحمدلله شکر هستیم، خوش هستیم. بخاطر سرک ما خراب بود، بسیار ضرورت داریم، سرک ما بسیار خراب بود. امروز که رئیس صاحب نوای 15 و این شرکتی که برای ما کار کرده خوش هستیم، شما هم خوش هستیم و امروز خیلی خوش هستیم الحمدلله. مشکلات داشتین شاید جان سابق اینجا؟ بسیار مشکلات داریم که حتی مریضای ما در این سرک هم امروز که سرک پختر یک کانگیر تخبیدا 8-900 درازیش هست و 4 متر برش هست. دیگه خیلی خوش هستیم که سرک مملوک پختن بشه. بسیار خوش هستیم نایب 15 از همی رئیس صاحب نایب 15 یک دان تشکر میگم از امارات اسلامی افغانستان. از شما هم به ما خدمت میگنید، خداوند شما رو به مقصد مراد برسونه. یک جهان تشکر میکنیم. بخیر تشکر. از جان وطنای ما بسیار خوش هستن و در این قسمت شما کسایی را که میبینین اینایی که کار میکنن اینجا که به خیر سرک ساخته میشه، اینا کسایی هستن که از تیم شاروالی هم نیستن، از این منطقه هستن، اهالی این منطقه هستن که اینا را به کار گرفتن تا ای که سرک جور کنن که هم سرک به خیر جور میشه و همچنان اینا برشان یک زمینه کار مساعد شده. خوشبختانه که تمام شده اینجا هستن و به خیر امروز افتتاح شد و اینا هم کار خودشان را شروع میکنن و اینجا هم سنگ که گذاشتن که افتتاح شد به خیر. دو سنگ را اینجا باقی ماندن که سرک گذر 16 خواجه بغرا جدید بخیر آغاز شود. اینجا بریم یک شیرینی مام بگیریم. تشکر. بخیر و سلامت باشین، زنده باشین. و بسیار هموطنهای ما خوشحالم هستن دقیقا وقتی که هر قسمت از کشور ما جور میشه، ساخت و ساز میشه، خوشحال میباشیم. اینجا همراه کاکای ما یک صحبت داشته باشیم. کاکا جان سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر هستین؟ زنده باشید. نامتان؟ ملنگ. کاکا ملنگ، شما از این منطقه هستین؟ بله بله.
و امروز به خیر این سرک که شما هم اینجا زندگی میکنین اینجا ساخته میشه و خوشبختانه که خودتون اینجا را در ساخت و سازش سهیم هستین. بله. خوشحال هستین شما بخاطر ازی یک موضوعی که اینجا خانه شما است سرک ساخته میشه، دومی که برای شما زمینه کار مساعد شده. بله خوشحال هستم. و این کسایی هم که هستن تمامشون از این منطقه هستن. اکثرشون از این منطقه هستن. بله. شما بخیر باشین کاکا جان، کارتون برکت باشه. تشکر کنم. سلامت باشین. خب اجازه بریم و نظر دیگه هم وطنای ما را هم بپرسیم و شما فعلا تصاویر بیننده باشین، ما را هم همراهی کنین. خب از انجینیر صاحب مربوطه در کنار ما هستن که از اینا هم معلومات بیشتر را بپرسیم. سلام انجینیر صاحب، وقتتون بخیر. بخیر باشین، زنده باشین، تشکر. میشه خودتون یک معرفی کنید؟ نام میلاد شیرزاد هستم، پروژه منیجری پروژه هستم. انجینیر صاحب میشه درباره پروژه‌ای که است اول بر ما بگوین که با چقدر وقت است پروژه؟ پروژه که است در حدود 3 ماه را در بر میگیره و پولش که است در حدود 1 لک دلار است. در این پروژه افسد ما شرکت تعمیل کننده راکوال کانستراکشن کمپانی استیم که تعمیل کننده ش یونپس است یا ملل متحد است. میشه اینجا برای پرسنل اینجا بگوین چقدر نفر مصروف کار است؟ خب اهداف این پروژه که است اشتغال زایی است به مردم، کار پیدا شد، در مقابل کار باید مردم پول یک لقمه رزق حلال پیدا کنه. در حدود 1.5 الی 200 نفر ما در اینجا مصروف کار خود میکنیم. و کلشان این کسایی هستن که اهالی همین منطقه هستن؟ بله، همین پالیسی همین موسیقی همین رقم است که در جایی که کار میکنه از امو اهالی و از امو گذر باید کارگرایش استخدام شد. تمام کارگرها از امی ساحه تا به مردم کار هم شده باشه و آبادی هم شده باشه و یک لقمه رزق حلال هم پیدا کرده باشه. و تایم کاریشون از چند تا چند است؟ خب تایم کاری هم مطابق اصول که است 8 تا 4 بعد از دیگر هستن. بالا مردم و ما هم وطنای ما بسیار خوشبین هستن، خوشبختانه. طبعا دیگه هم کار است، هم منطقه شاباد میشه و هم کار برش پیدا میشه. در این شرایط که است در افغانستان اکثرت از کار آبادی رنگ میبره، خوشبختانه که این پروژه آمد و یک زمینه کار و آبادی اردیش مساعد شد. شما زنده باشید. بخیر باشید. تشکر. تشکر. و یک مسئله که بسیار مهم است واقعا همی که زمینه کار مساعد شده برای حد اقل 150 نفر، هم تعداد بسیار زیاد است که زمینه کار برشون مساعد شده و کار میکنن. از اهالی خود همی منطقه هستن و قسم که شما هم میبینین دیگه امروز به خیر اینا کار را شروع کردن که تا 3 ماه آینده انشالله بخیر این سرک کارش تکمیل میشه و سرک جور میشه. و میریم از نظر دیگه هم وطنهای ما را هم میپرسیم و ما را هم رایی کنید. از اهالی این منطقه در کنار ما هستن که نظرشون را بپرسیم. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم، صحت خوب بخیر، خوب هستی؟ شکر، سلامت باشی. نامتان؟ نام سراج الدین. تبریک باشه که سرکتون بخیر ساخته میشه. همچنان به کل ملت افغانستان تبریک، همه تو در آینده خوش باشیم که تمام منطقه تمام ولایت ها همه تو پخته شوه، آبادی شوه برای کل مردم. چقدر خوشحال هستین. و اول بر ما بگین که سابق چی مشکلات داشتین شما اینجا؟ سابق والا مشکلات نمی بود، سیلاب بود، میامد از بالا فامیلی مردم زیاد به مشکلات بود، در خانه مردم ها میرفت. انشالله ما میخواییم داینده مثلا جوی گیر شد بخیر سرک پخته شد که مشکلات مردم حل شد. خیلی اینجا همه تو سربلندی ها مسیر از زمستان چی وضعیت بود؟ این دیگه از زمستان دیگه بیاد مشکلات زیاد بود، سای کوی از زیاد فامیلی سیلاب میامد مثلا همه باران جون موتر میامد؟ بله موتر میامد. خب میامد بیاد به مشکلات نه تو راحت به مشکلات زیاد به جنجال میرفت. و همچنین یک موضوع دیگه کاکا جان که از اونمی خود منطقه کسایی که اینجا کار میکنن از خود منطقه هستن که کار. بله اینا کلش هم مفید به مردم هست، هم به موسته مثلا نایه مردم خودش کار میکنه، زحمت میکشن کم سرکشون پخته زمانه زم مساج زمینه کار برشان هم یک آیداد به خودشان و هم سرکشان هم پخته میشه. کاکا جان پیامتون چیست؟ اول گفتنیتون را بگوین، بعدش پیامتون را بگوین به هموطنهای ما. پیام همی است که باید هموطنان ما زحمت بکشن،
زحمت که نکشی راتیرش وقت میبینی والا باید فرد ما حتی مثلا مشکلات زحمت کل مردم افغانستان است زحمت که نکشی راتیرش کل اگه زحمت بکشه داینده بتونیم که تمام جای پخته شود سرک ما کوچه ما حتی سرسبزی شود محیط زیست مثلا یعنی مشکلات را سم پیام این نیست که کل مردم باید زحمت خود بکشن بخیر تشکر یک جان زنده و سلامت باشین و ایزا باید ما پس دوباره کوشا باشیم در حفظ و نگهداری همچون جایی که ساخته میشه و بریم در یک قسمت ببینیم که اینجا هم کار دیگه جریان داره کار میکنن تازه شروع کردن که انشاءالله بخیر در کارشان برکت سه ماه آینده اینجا بیاییم که اینجا شناخته نشه کاملا چهرهش تغییر میکنه بخیر و نامخدا تعداد هم بسیار زیاد است تعداد کسایی که کار میکنن و کارگر هستن این قسم ما میریم بالاتر یک دیدن میکنیم ایزا ما رو هم روی کنیم خب ایزایی هم بود افتتاحیه خواجه بغرای جدید ناحیه 15 که بخیر اینجا سرک ساخته میشه امروز افتتاحیش بود که کار آغاز شده و قسم که شما هم میبینین و انشالله با امید روز که تمام افغانستان اینمه قسم سرکایش آباد شوه ساخت و ساز شوه و مقبول و مقبول تر شوه این هم بود برنامه ایزا تقدیم شما ایزان کردم امید دارم برنامه رو تا آخر بیننده بوده باشین لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش تا نشه نظریات نیکتان را بر ما بفرستین تا برنامه بعد شما رو به خداوند یک تا میسپارم موفق باشین ایزا خدا نگهدار